زنده باد آزادی، زنده باد آزادی. قاتلین میان من، لیز اساسن سون پامین. با تماشای این فیلم بود جنایت و وضعیت را در ایران میتوان دید. در 24 ساعت گذشته همه جا و هر لحظه نام مهرجویی و همسر بیگناهش دیده و شنیده می شود. خبرگزاری فرانسه می گوید 4 مظنون شناسایی و 2 نفرشان دستگیر شدند. در ارتباط با ایران روز گذشته آقای مکرون با ابراهیم رئیسی گفتگوی تلفنی داشت. او اضافه کرد هر نوع چالش و دامن زدن به اوضاع را هشدار می دهد. آقای مکرون تأیید کرد هر نوع عمل تروریستی را باید محکوم دانست. او به همتایش در جمهوری اسلامی گفت در جمع گروگانها شماری فرانسوی و آزادی آنها برای فرانسه اهمیت کامل دارد و دست آخر آزادی 4 گروگان فرانسوی را که در ایران زندانی هستند یادآور شد. این گزارش تلویزیون یورونیوز می گوید حمله اسرائیل به زودی آغاز می شود. نتانیاهو می خواهد بیش از 1 میلیون مسلمان را به صحرای سینا بفرستد. اما در ابتدا نشریات را ببینیم، از یروزلم پست گرفته تا نیویورک تایمز و یا تایمز تا هفته نامه گاردین، همگی از فاجعه می گویند. البته جراید فرانسه نیز به قتل یک آموزگار توسط دانش آموز سابق همان مدرسه خبر نوشتند. امروز صبح در همین مدرسه، یعنی مدرسه گامبتا در شهر عرس، به دلیل تهدید و هشدار به انفجار یک بمب دوباره و البته موقتاً این دبیرستان بسته شد. در ادامه خبرها باز به خاورمیانه برمیگردیم. آقای محمود عباس میگوید حماس با آنچه که میکند و میگوید ربطی به مردم فلسطین و دولت فلسطینی ندارد. امریکا میخواهد فلسطینی ها در غزه بمانند. در شیکاگو یک متعصب با چاقو یک فرزند 6 ساله را با 26 ضربه چاقو کشت و مادرش را زخمی کرد. آقای بایدن بلافاصله این جنایت را به شدت محکوم کرد. سازمان ملل مارتین گریفیس را به عنوان نماینده امور انسانی به منطقه می فرستد. همچنین امریکا دیوید ساترفیلد را به عنوان نماینده این کشور برای عملیات بشر دوستانه خاورمیانه برگزید. او سابقه طولانی در منطقه، یعنی در عراق، لبنان و خلیج فارس دارد و همین اواخر سفیر امریکا در ترکیه بود. خانم کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه دیروز به اسرائیل رفت، با نتانیاهو ملاقات کرد و اطمینان داد که فرانسه جانبدار بی قید و شرط اسرائیل است. فردا صدر اعظم آلمان آقای اولوف شولتز هم به اسرائیل خواهد رفت. مانوئل والز زمانی وزیر کشور و دیرتر نخست وزیر میگوید هر خارجی که خطری برای فرانسه داشته باشد باید هر چه زودتر از خاک فرانسه اخراج شود. در ارتباط با خاورمیانه آقای دومینیک دوویلپن، او نیز زمانی نخست وزیر، اظهار داشت وی بربریت و خشونت حماس را محکوم میکند اما او این موضوع را یک زخم کهنه میبیند. آقای دومینیک دوویلپن خواهان تشکیل دولت فلسطینی گردید. بعد از آقای دومینیک دوویلپن، آقای بایدن هم به نوبه خود حماس را یک گروه تروریستی دانست اما اشغال غزه توسط اسرائیل را یک اشتباه توجیه کرد. به گفته او حماس را باید نابود کرد اما بایستی به سمت وجود و حضور یک دولت فلسطینی رفت. در این میان آقای بلینکن سفر به 6 کشور مسلمان در منطقه را پایان داده به اسرائیل بازگشت. او در ترکیه به گفتگو و مذاکره پرداخت، در قطر شنونده وضعیت شد و در عربستان شاهزاده بن سلمان به او گفت باید جلودار عملیات نظامی بشویم. آقای بلینکن تأکید کرد عملیات نظامی از سوی اسرائیل یک بن‌بست خواهد بود. عربستان اکنون مذاکرات با اسرائیل را متوقف ساخته است و تحلیلگران میگویند صلح و امنیت در یک بن‌بست قرار گرفته است. و حالا فیلمی از نشریه پاریزیان که در سایت آبونه‌هایش انتشار داده و گفته‌های دبیر کل سازمان ملل و جمله‌ای که امروز
یک بار آن را شنیدید. با فاجعه تام و تمام فاصله زیادی نداریم.